8 قانون قدرت رابرت گرین مترجم فاطمه باقستانی قانون 5 اعتبار و شهرت سهم مهمی در موفقیت دارد آن را با چنگ و دندان حفظ کنید داوری اعتبار و شهرت معیار قدرت است می توانید با اعتبار نفوذ کنید و پیروز شوید اما وقتی آن را از دست دهید متزلزل می شوید و به شما از همه سو حمله می شود. اعتبارتان را خدش ناپذیر کنید. همیشه گوش به زنگ حمله های احتمالی باشید و پیش از وقوع آنها را خونسا کنید. در این حال بیاموزید که با مخدوش کردن اعتبار دشمنان خود آنها را از پای درآورید. پس از این کار گوشه بیستید و اجازه دهید از حان عمومی آنها را محاکمه کند. رعایت قانون در طی جنگ سه پادشاهی چین فرمانده بزرگ چوکو لیانگ که رهبری نیروهای پادشاهی شو را بر عهده داشت ارتش خود را به اردوگاهی دور فرستاد و خودش در شهری کوچک با چند سرباز باقی ماند ناگهان دیدبان شتاب زده خبر آورد که نیروی دشمن با لشکری بیش از 150 هزار نفر به رهبری سیمایی در حال نزدیک شدن است. شرایط لیانگ با داشتن تنها صد مدافع نومید کننده بود و سرانجام دشمن این رهبر پرآوازه را اسیر می کرد. لیانگ بدون آنکه از این وضعیت شکایت کند یا با فکر کردن به نحوه دستگیریش وقتش را تلف کند به دستور داد تا پرچمهایشان را پایین بیاورند دروازه های شهر را باز کنند و پنهان شوند سپس خودش در لباس چینی ها در نقطه قابل رؤیت از دیوار شهر نشست. کمی کندور روشن کرد و به نواختن اود پرداخت و آواز سر داد. چند دقیقه بعد دید که ارتش بزرگ دشمن در حال نزدیک شدن به لشکر فشرده ای از سربازان هستند. اما به روی خود نیاورد که متوجه آنان شده است و به ساز و آواز ادامه داد. اندکی بعد ارتش به دروازه های شهر رسید. سردسته ارتش ای بود که مرد روی دیوار را بیدرنگ شناخت. با وجود این وقتی سربازان میخواستند از دروازه های باز و بینگهبان شهر عبور کنند سیمای مانع آنها شد و نقشه لیانگ را که روی دیوار نشسته بود فهمید. سپس دستور به عقب نشینی داد. تفسیر همه چوک و لیانگ را با لقب اجده های خفته می شجاعت های او در جنگ سپادشاه افسانه‌ای ای بود. روزی مردی با این ادعا که ستوان ناراضی دشمن است به اردوگاه او آمد و پیشنهاد کرد به آنها کمک کند و اطلاعاتش را در اختیارشان قرار دهد. لیانگ فورا متوجه شد نقشه ای در کار است و این مرد به دروغ فرار از ارتش دشمن را ادعا می کند. حکم صادر کرد که سرش را از تنش جدا کند. با وجود این در لحظه ای که تبر در حال فرود آمدن بود لیانگ دستور توقف اعدام را صادر کرد و به مرد پیشنهاد داد که اگر او بپذیرد که جاسوسی دو جانبه شود زندگیش را به او برمیگرداند مرد هم که ترسیده بود سپاسگزاری کرد و پذیرفت اطلاعات غلط به دشمن بفرستد و بدین ترتیب لیانگ در جنگ ها یکی پس از دیگری پیروز می شود. یک بار لیانگ مهر نظامی را سرقت و مدارک جعلی تهیه کرد و با استفاده از آن لشکر دشمن را به نقاط دور فرستاد. پس از پراکندگی لشکریان توانست سه شهر را تصرف کند. بنابراین کنترل شاهراه اصلی قلمرو دشمن را به دست گرفت. همچنین یک بار سپاهیان دشمن را فریب داد تا بپذیرند بهترین فرمانده ی آنها خیانت کرده است. سپس آن فرمانده را فراری داد و کاری کرد که به نیروهای لیانگ به پیوندد. اجده های خفته تمام اعتبار خیش را به عنوان باهوشترین مرد در چین با وسواس و دقت نظر به دست آورد. او همیشه حقیقی در آستین داشت و همین اعتبار از هر سلاحی قوی تر بود و لرزه بر تن دشمنان میانداخت سیمایه بارها با چوکولیانگ مبارزه کرده بود و او را به خوبی می شناخت. وقتی به شهر خالی رسید و دید لیانگ روی دیوار مشغول انجام دادن مناسک عرفان است تعجب کرد. ردای چینی، آواز و کندور همگی شاید یک بازی برای ایجاد ترس در دشمن باشد. واضح بود که لیانگ او را دست انداخته بود و به سمت تله می کشند. با اینکه برای یک لحظه از ذهن سیمایی خطور کرد که لیانگ واقعا تنها و ناامید است. اما انقدر از لیانگ می ترسید که جرأت نکرد خطر و این فکر خود را امتحان کند. اعتبار ممکن است تا این حد قدرتمند باشد و ارتشی بزرگ را به تعجب بادارد به طوری که حتی بدون که یک تیر پرتاب شود آنها را به عقب نشینی مجبور کند به قول سیسرو کسانی که مخالف شهرت هستند دوست دارند کتابی علیه شهرت طلبی بنویسند تا شاید نامشان روی جلد آن کتاب بیاید و به خاطر خار شمردن شهرت طلبی به شهرت برسند هر چیز دیگری را می توان معامله کرد به جز اعتبار می توانیم جان و اموالمان را در صورت نیاز به دوستانمان ببخشیم اما به ندرت می توانی کسی را بیابی که شهرت و اعتبار خود را با کسی شریک شده باشد. مونتنی 1533 تا 1592 رعایت قانون دو در سال 1841 پی تی جوان تلاش کرد به عنوان بهترین مجری آمریکا برای خود اعتباری دست و پا کند. بنابراین تصمیم گرفت موزه منحتن آمریکا را بخرد و آن را به کلکسیون اشیای کمیاب تبدیل سازد تا شهرتش را حفظ کند. مشکل آنجا بود که او هیچ پولی نداشت. قیمت موزه 1500 دلار بود. اما بارنوم توانست طرحی بدهد که نظر صاحبان مؤسسه ای مالی را به خود جلب کند تا جایی که پذیرفتند به ازای چندین زمانتنامه نقدینگی لازم را تأمین کنند. صاحبان موزه با بارنوم به توافق شفاهی رسیدند. اما در لحظه آخر شریک مدیر موزه نظرش عوض شد و موزه و مجموعش به مدیران موزه پیل فروخته شد. بارنام بسیار عصبانی شد اما شریک مدیر موزه به او گفت که تجارت همین است. موزه به پیل فروخته شد چون او اعتبار داشت و بارنام هیچ اعتباری نداشت. بارنام به این نتیجه رسید که درست است. خودش اعتباری ندارد اما می تواند اعتبار پیل را مخدوش کند. به همین منظور با نوشتن نامه به روزنامه ها مبارزه خود را شروع کرد و صاحبان موزه پیل را مجموعه ای از مدیران بانک های ورشکسته خواند. مدیرانی که هیچ روشی برای موزهداری یا سرگرم کردن مردم بلد نیستند. او به مردم هشدار داد که هرگز سهام پیل را نخرند. این مبارزه مؤثر واقع شد و سهام نزول کرد. به این ترتیب صاحبان موزه آمریکا که نسبت به سابقه پیل مشکوک شده بودند معامله را منتفی کردند و کل موزه را به بارنام فروختند. سالها طول کشید تا پیل از این بدشانسی کمر راست کند و هرگز کاری را که بارنوم با آنها انجام داده بود فراموش نکرد. آقای پیل تصمیم گرفت تا اعتباری به عنوان سرگرمی نخبگان به دست آورد و به همین منظور برنامه های اش را عملی تر از برنامه های رقیب آمی خود طراحی کرد. او با این کار می توانست به اعتبار بارنوم حمله کند. یکی از برنامه های جذاب موزه پیل هیپنوتیز بود و برای مدتی جمعیت زیادی را به سوی خود کشید و کاملا موفق عمل کرد. بارنام در واکنش به این اقدام تصمیم گرفت تا دوباره به اعتبار پیل حمله کند. بارنام نیز در رقابت با او نمایشی از هیپنوتیزم اجرا کرد که در آن دختری کوچک را ظاهرا به حالت خلصه می برد. پس از آنکه به نظر می رسید، او در خلصه عمیقی فرو رفته تلاش می کرد تا اعضای بدن تماشاچیان را هیپنوتیز کند. اما هر قد می کوشید هیچ یک از تماشاچیان از او فریب نمی خوردن و بسیاری از آنها به خواب می رفتن. که ناامید شده بود در نهایت اعلام کرد برای اثبات اینکه خلصه دخترک واقعی است یکی از انگشتان دختر را بدون آنکه خودش متوجه شود قطع می کند. اما همین که چاقو را تیز کرد دختر بچه چشمانش را باز کرد و در میان خنده هزار پا به فرار گذاشت. او برای چندین هفته به این کار و دیگر تقلیدهای مسخرش ادامه داد. پس از مدتی هیچ کس نمایش پیل را جدی نمی طی چند هفته نمایش تعطیل شد و در تمام هفته های بعد بارنوم به عنوان برگزار کننده نمایش های جسورانه و تمام و کمال معروف شد. و این اعتبار تمام عمر با او بود. با وجود این اعتبار پیل هرگز مثل سابق نشد. تفسیر بارنوم از دو شگرد متفاوت برای نابود کردن اعتبار پیل استفاده کرد. اولین شگرد ساده بود، او بذر تردید به ثبات و توان مالی پیل را در دل مدیران موزه آمریکا کاشت تردید اسلحه قدرتمند است و به محض آنکه شایعات موزیانه را منتشر کنید مخالفانتان بر سر دوراهی وحشتناکی قرار میگیرند از یک سو می توانید شایعات را انکار و حتی اثبات کنند که به آنها بهتان زده شده است. اما لایه از بدبینی باقی میماند. همه سوال می کنن که آنها چرا آنقدر آجزانه از خودشان دفاع می کردن؟ نکند بخشی از شایعات درست بوده است. از سوی دیگر اگر شما را نادیده بگیرند تردیدهای تکذیب نشده قوی تر خواهد بود. اگر بذر تردید به درستی کاشته شود این شایعات آنقدر رقیبتان را عصبانی و آشفته می کند که برای دفاع از خود مرتکب اشتباهات زیادی می شود. این روش اسلحه قدرتمند برای کسانی است که هیچ اعتباری از خود ندارند تا از آن کمک بگیرند. پس از آن که بارنوم برای خود اعتبار کسب کرد، روش دوم را به کار گرفت، یعنی نمایش هیپنوتیزم ساختگی. او اعتبار رقیبش را به ریشخند کشید. این روش بسیار موفقیت آمیز بود. هنگامی که از نظر احترام و اعتبار از جایگاهی استوار برخوردار شدید، مسخره کردن مخالفانتان هم آنها را در حالت تدافعی قرار می دهد هم توجه ها را به سوی شما جلب می کند و بر اعتبارتان می افزاید. اگر تصمیم بگیرید به جای تمسخر از تهمت و توهین مستقیم استفاده کنید کار درستی نکرده اید. توهین کردن کاری قبیه است و ممکن است به جای کمک به زیانتان تمام شود. اما نوک ظریف پیکان تمسخر بر طبع قوی و ارزشمند شما تأکید دارد و به دیگران اثبات می کند که شما آنقدر به خودتان اعتماد دارید که می توانید به رقیبتان بخندید. ظاهر شوختب شما را هنرمندی بیزرر نشان می دهد اما به اعتبار رقیبتان خدش وارد می کند. کنار آمدن با وجدان بد آسانتر از کنار آمدن با اعتبار بد است. فردریش نیچه 1844 تا 1900 کلیدهای های قدرت اطرافیان ما حتی صمیمیترین دوستانمان تا حدی مرموز و عمیقند و شخصیت آنها زوایای پنهانی دارد که هرگز برملا نشده است. اگر برای مدتی طولانی به بخش های ناشناخته وجود افراد تمرکز کنیم دچار پریشانی می شویم. زیرا قضاوت در مورد دیگران را به راستی برایمان دشوار می سازد. بنابراین ترجیح می دهیم این واقعیت را نادیده بگیریم و بر اساس ظاهر افراد و مواردی که با چشم براحتی می تواندید مانند لباس، ژست، کلمات و کارها قضاوت کنیم. به نظر می رسد ظاهر آدم ها تقریبا سنگ محک تمام قضاوت ماست. در غیر این صورت هیچ وقت هیچ کسی دیگری را باور نمی کرد. پس فریب هم نمی خورد. یک لغزش اشتباه و یک تغییر نامناسب یا ناگهانی در ظاهرتان شاید فاجعه به بار آورد. به همین دلیل ایجاد و حفظ اعتباری که خود ساخته اید مهم است. چون این اعتباری در عرصه بازی خطرناک زواهر از شما محافظت می کند و مانع می شود تا دیگران به شخصیت واقعی شما پی ببرند. به این ترتیب در مورد نحوه قضاوت جهان کنترل دارید. این قضاوت که فلانی از موقعیت قدرتمندی برخوردار است بسیار تأثیر گذار است. قدرت اعتبار به سان سهر و جادوست. از سوی با یک حرکت اشتباه می توانید مردم را به سرعت از اطرافتان پراکنده سازید. اینکه کاری یکسان برای کسی عالی به نظر برسد و برای شخص دیگر وحشتناک کاملا به اعتبار انجام دهنده ی آن کار بستگی دارد. در دربار پادشاهی وی در چین باستان مردی به نام می تزوهسی بود که به نجابت و بخشندگی شهرت داشت و نیز محبوب حاکم بود. در حکومت وی قانونی بود مبنی بر آن که هر کس مخفیانه کالاسکه حاکم را براند باید پاهایش قطع شود. اما وقتی مادر می تزوهسی بیمار بود، او از کالسکه سلطنتی برای ملاقات مادرش استفاده و وانمود کرد، اجازه حاکم را دارد. وقتی حاکم از موضوع آگاه شد، گفت چقدر می تزوهسی وظیف شناس است. به خاطر مادرش حتی فراموش کرد، در حال ارتکاب جرمی است که به قیمت از دست دادن پاهایش تمام می شود، بار دیگر هر دوی آنها در باغ میوه پرسه می زدن. در این هنگام تزوهسی شروع به خوردن یک حلوی بزرگ کرد که نمی توانست کل آن را بخورد و نصف دیگر آن را به حاکم داد. حاکم گفت تو آنقدر مرا دوست داری که حتی فراموش کردی بزاق دهانت به آن خورده است و اجازه می دهی تا من بقیه ی حلو را بخورم. با وجود این بعدها درباریان حسود این شایعه را منتشر کردند که تزو هسی منحرف و متکبر است و موفق شدند به اعتبارش لطمه بزنند و حاکم از آن پس کارهای او را طور دیگری میدید او با عصبانیت به درباریان گفت این مردک یک بار با تظاهر به اینکه از من دست دور گرفته است کالسکه مرا راند و یک بار دیگر به من حلوی نیم خورده داد تزوهسی به خاطر همان کاری که در زمان محبوبیتش مورد تحسین حاکم قرار گرفته بود حالا باید جریمه میشد و سرنوشتش تنها به قدرت اعتبارش بستگی داشت در ابتدا باید تلاش کنید تا در یکی از خصوصیات بارز خود اعتبار کسب کنید این ویژگی ممکن است بخشندگی، صداقت یا حیلهگری باشد که حساب شما را از بقیه جدا می کند و باعث می شود تا دیگران با یادآوری این خصوصیت در موردتان صحبت کند. بعد باید آن اعتبار را به آرامی اما مقتدرانه به مردم بشناسانید و آنگاه تماشا کنید که چطور مانند گلوله ی آتش همه جا را فرا می گیرد. اعتبار قوی حضورتان را پررنگ می کند و بدون آن که انرژی زیادی صرف کنید بر قدرت شما می افزاید. در زم، پیرامون شما حاله ایجاد می شود که باعث احترام و ترس دیگران می شود. در طی نبرد با آفریقای شمالی در جنگ جهانی دوم، اروین رومل، فرمانده آلمان به فریبکاری و مانورهای گمراه کننده مشهور بود، و این اعتبار بر تن هر کس که با او روبرو میشد لرزه می انداخت. از این رو حتی وقتی نیروهایش را از بین بردند و تعداد تانکای دشمن پنج برابر شد ساکنان شهر با خبر نزدیک شدن او شهر را ترک کردند اعتبارتان همیشه از خود شما سبقت می گیرد و اگر این اعتبار مثبت و محترمانه باشد پیش از آن که به موفقیت برسید یا حتی یک کلمه حرف بزنید کلی کار انجام شده است. موفقیت شما در ظاهر به واسطه پیروزی های گذشته تان تعیین می شود. بیشتر موفقیت سفرهای دیپلماسی هنری کیسینجر به خاطر شهرت او در حل و فصل اختلافات بود. همه میدانستند اگر کیسینجر هم نتواند او را به مسیر درست هدایت کند یعنی آدمی کاملا غیر منطقی است. در هر مذاکره که نام کیسینجر در آن می آمد توافق صلح قطعی به نظر می رسید. اجازه دهید اعتبار واضحی داشته باشید و اساس آن را ویژگی واقعی و تمام ایار خود قرار دهید. این ویژگی مشخص ماننده کارآمدی یا فریبندگی همان کارت ویزیت شماست که حضورتان را اعلام و دیگران را مسهور خود می کند. شهرت خوب به شما اجازه می دهد هر رفتار فریبنده از شما سر بزند و دیگران آن را تایید کنند. کازانووا برای هموارسازی مسیر موفقیت های بیشتر خود در آینده از اعتبارش به عنوان فریب دهنده بزرگ استفاده کرد. از این رو خانم هایی که وصف قدرتش را شنیده بودند بسیار کنجکاو می شدند و می سر در بیاورند که چه عاملی اون را آنقدر موفق کرده است. شاید شما اعتبارتان را از قبل خطردار دار کرده باشید به طوری که نتوانید اعتبار جدیدی برای خود بسازید. در چنین مواردی عاقلانهتر است با کسی که اعتبار خوب او اعتبار منفی شما را خونسا می کند معاشرت کنید و از نام خوب آنها برای پاک کردن و بالا بردن اعتبارتان بهره ببرید برای نمونه زمانی که به بی صداقتی شهرت دارید بسیار دشوار است که آن را به تنهایی پاک کنید اما می توانید به اصوه صداقت مشهور شوید. وقتی پیتی بارنوم می خواست بدنامیش را مبنی بر ترویج سرگرمی های آمیانه پاک کند جنی لیند خواننده را از اروپا به آمریکا آورد. جنی اعتباری درخشان و سطح بالا داشت و تور کنسرت آمریکایی او که بارنام سرمایه گزارش بود اعتبار بارنام را تقویت کرد. به عنوان نمونه ای دیگر رئیس بزرگترین دسته دزدان آمریکا در قرن 19 هم نمی توانست از شر بدنامی به بیرحمی و تنگ نظری رهایی یابد. وقتی که شروع به جمع آثار هنری کردند، نام مورگان و فریک همیشه در کنار آثار داوینچی و رامبراند می آمد و با این کار توانستند تصویری ناخوشایند را که از خود بر جای گذاشته بودند بهبود بخشند اعتبار گنجینه ای است که به دقت جمع و نگهداری می شود به ویژه اگر آن را برای اولین بار پایه گذاری می کنید باید با چنگ و دندان از آن محافظت کنید وقتی اعتبار شکل گرفت و ریشه دوانید به خود اجازه ندهید که در مقابل نظرات افتراعآمیز دشمنانتان عصبانی شوید یا حالت تدافعی بگیرید زیرا این واکنش نشان از ناامنی و بیاعتمادی خود شما به اعتبارتان دارد بهتر است موضوع را نادیده بگیرید و هرگز در دفاع از خود ناتوان ظاهر نشوید از سوی دیگر حمله به اعتبار طرف مقابل به خصوص وقت قدرت تا نزو کمتر است تاکتیک خوبی است. در چون این نبردی طرف مقابل چیزهای بیشتری برای از دست دادن دارد و هنگامی که میکوشد تلافی کند اعتبار خیلی اندک شما هدف کوچکی برای اوست. بارنوم در اوایل فعالیت خود از این گونه مبارزات بسیار بهره گرفت اما این تاکتیک باید با مهارت به کار گرفته شود و نباید به نظر برسد که درگیر انتقامگیری‌های های پیش پا افتاده شده اید. اگر نتوانید با زیرکی اعتبار دشمنانتان را مخدوش کنید، ناخواسته اعتبار خود را نابود کرده اید. توماس ادیسون مخترعی پرآواز است که توانست قدرت جریان الکتریسیته را مهار کند. او معتقد بود برای آن که سیستم کارآمد باشد باید بر اساس جریان برق مستقیم کار کند. هنگامی که نیکولا تسلا دانشمند سربستانی به ایجاد سیستمی بر اساس جریان متناوب موفق شد، ادیسون برافروخت. او تصمیم گرفت اعتبار تسلا را خراب کند و در اذهان عمومی جا بیندازد که سیستم جریان متناوب ذاتا ناامن است و تسلا در معرفی آن غیر مسئولانه رفتار کرده است. به همین منظور تمام انواع حیوانات خانگی را گرفت، آنها را به جریان برق متناوب وصل کرد و کشت. او به این اقدام بسنده نکرد و در سال 1890 مقامات زندان ایالتی نیویورک را راضی کرد تا اولین اعدام با جریان برق را با استفاده از جریان برق متناوب انجام دهند. اما آزمایش های مرگ با برق ادیسون همیشه با موجودات کوچکی صورت گرفته بود. جریان برق خیلی ضعیف بود و فرد محکوم به مرگ با آن نیمهجان جان شده بود. شاید این ترین اعدام کشور باشد زیرا فرایند اعدام را دوباره تکرار کردند. صحنهی وحشتناک بود. اگرچه در بلند مدت نام ادیسون جاودان شد در آن زمان با مبارزه خود بیشتر از آن که به اعتبار تسلا ضربه بزند اعتبار خود را مخدوش و سپس به تدریج عقب نشینی کرد. درس ساده ای است. هرگز در حملات خود این چونین زیاده روی نکنید زیرا توجه دیگران بیشتر از آن که به رقیبی که به او تهمت زده جلب شود به حس انتقامجویی شما معطوف می شود. وقتی اعتبارتان به حدی رسید که توانستید به آن اتکا کنید برای تضعیف طرف مقابل از روش های زریفتری مانند طعنه و تمسخر بهره گیرید. با این روش خودتان را فردی مطمئن، شوختب و جذاب نشان داده اید. شیری که قدرتمند باشد با موشی که سر راهش قرار گرفته بازی می کند. او خوب می داند هر واکنش دیگری از اعتبارش می کاهد. معدنی پر از الماس و یاقوت را تصور کنید. برای به دست آوردن این معدن زمین را حفر و آن را پیدا می کنید. حالا ثروتمند شده اید. سپس با جان و دل از آن محافظت می کنید. دزدان و راهزنان همه جا در کمینند. هرگز ثروتتان را مسلم فرض نکنید و همواره آن را احیا کنید. زمان از درخشش جواهرات می کهد و آن را از نظرها پنهان می کند. سخن بزرگان این آرزو را در دل دارم که مشاور پادشاه ارزش ذاتی خود را با زیرکی و مهارت تقویت کند و آنقدر خوش آوازه باشد که بداند اگر قرار است به جایی رود که ناشناس است شهرت اعتبار خوب او زودتر از خودش به آنجا می رسد زیرا اعتباری که در ذهن بخش بزرگی از مردم شکل گرفته است اعتقادی راسخ نسبت به ارزش آن فرد در ازهان ترویج می کند. به طوری که براحتی می توان این اعتبار را در ذهنهایی تقویت کرد که از قبل آماده و مستعد است. بالتازار کاستیلیونه 1478 تا 1529 استثنا هیچ قانون نقضی وجود ندارد. اعتبار بسیار مهم است و هیچ استثنایی هم برای این قانون وجود ندارد. شاید با بیتوجهی به آنچه دیگران در موردتان فکر می کنند اعتباری برای گستاخی و غرور به دست آورید اما این تصویر هم به خوبی ارزشمند است. اسکار وایلد از این تصویر بهره فراوان برد از آنجا که ما موجودی اجتماعی هستیم و عقاید دیگران برای ما مهم است نادیده گرفتن اعتبارتان هیچ سودی برایتان ندارد وقتی به برداشت و استنباط دیگران از خود اهمیت ندهید به آنها اجازه دادید که خودشان در مورد اعتبارتان تصمیم بگیرند پس آنها را بر سرنوشت خود مسلط کرده اید.